نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا <applause> إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا, بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرز السلام دارم وأدب وإحترام خدمت همي شما خوبان عزيزان مهربانان دوستداران کلام الله متعال در ابتدای برنامه اجازه بدید که من تبریک زاید الوصف خود و همکارانم رو در بخش کنترل احمد جان، محمدجان جان، محمد جان و فرید و رحمت عزیز به همراه مدیریت محترم کانال جناب استاد انصاری و دیگر همکاران رو خدمت شما عزیزانی که از ابتدای راه حفظ تا به پایان جزء دهم ده همراه ما بودید عرضه دارم تبریک میگم به همه شما عزیزانی که همراه ما بودید در مسیر حفظ قرآن کریم و بعد از سال و, سال و اندی یعنی نزدیک به دو سال شد حدودا به همراه شما همینطور آرام آرام حرکت حفظ قرآن خود رو ادامه دادیم تا سرانجام در برنامه گذشته و در طول فاصله بین برنامه گذاشته و این برنامه ما موفق شدیم که به همراه شما عزیزان ده جزء اول قرآن کریم رو حفظ کنیم و به خاطر بسپاریم یک سوم کلام الله مجید سرمایه بسیار عظیم که در رأس اونها سوره هم بقره و آل امران قرار گرفت و بعد از اون همچنان مسیر در سوره نسا و ماعده ادامه پیدا کرد در سوره انعام و اعراف با معارفی از آشنا شدیم و به خاطر سپردیم و در سوره مبارکه انفال و امتداد اون در سوره مبارکه توبه از صحابه جان برکف رسول صلی الله علیه و سلم در بدر و حنین و تبوک شنیدیم و همچنان مسیر ادامه داره در سوره مبارکه توبه امروز در برنامه این هفته بسیار خوشحالیم از اینکه به همراه شما خوبان عزیزان جزء یازدهم رو آغاز خواهیم کرد به تعبیر دیگر به همراه شما خوبان عزیزان ده جزء وسط قرآن کریم رو آغاز خواهیم کرد و کم کم داریم به همراه شما به نصف قرآن کریم نزدیکتر و نزدیک تر میشیم از الله تعالی خواهانیم که این فضل خودش رو همچنان بر ما مستدام داشته باشه و دوام بده تا اینکه به همراه شما عزیزان اون روزی رو شاهد باشیم که پایان ده جزء سوم رو هم به همراه شما عزیزان خوبان تبریک بگیم و جشن حفظ کل کلام الله مجید رو به همراه شما خوبان برپا کنیم امروز هم به خاطر ارتباط محتوای باقی مانده سوری مارکه توبه در جز یازده هم شش ای که باقی مانده از این سوره به خاطر ارتباط معانی این سوره با آنچه که گذشت این شش صفحه رو هم اجازه بدید به همراه شما عزیزان امتداد بدید مسیر رو و در برنامه امروز و دو برنامه بعد از این برنامه انشاءالله به همراه شما خوبان ما این مسیر رو ادامه خواهیم داشت سوری مارکه توبه رو به پایان میرسونیم بعد از اون انشاءالله باز سری جدید رو آغاز خواهیم کرد من دوست داشتم که این سوری توبه به پایان برسه تا مفاهیمی که مرتبط به هم هست به پایان رسیده باشه و بعد از اون انشاءالله باز وقفی خواهیم داشت برای به همراه شما عزیزان به خاطر مرور آنچه که در ده جزء اول خواندیم و نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما رو در بهتر شدن این برنامه در فصل دومش در سری جدیدش که انشاءالله بعد از سوری مبارک توبه بعد از هفته آینده یعنی بعد از این برنامه دو برنامه بعد از این رو هم خواهیم داشت و بعد از اون انشاءالله سری جدید رو آغاز خواهیم کرد نظرات پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید از طریق ایمیل بنده سلیمانی تیوی میتونید با بعد پوزش میتونید با این ایمیل مکاتبه بکنید و احمد جان براتون زنیمیس خواهد کرد و این شما زنیمیسی که میبینید سلیمانیت و سال داد تیمی به همراه این ایمیل میتونید عزیزان مکاتبه بکنید نظرات پیشنهادات و انتقادات و راهکارهای خودتون رو برای بهتر شدن برنامه ارائه بدید همچنین از صفحه فیسبوک شبکه جانی و سال میتونید استفاده بکنید و همچنین از طریق پیامگیر واتساپ و تلگرام و حتی اینستگرام در شبکه جهانی و حق و حتی پیامگیر صوتی اسمس هر وسیله که در اختیار شماست از راههایی که بین ما و شما این ارتباط رو برقرار میکنه میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد بهتر شدن برنامه شکل اجرایی برنامه محتوای برنامه اگر انتقادی دارید پیشنهادی دارید ان در دو سه برنامه آینده با ما در میان بگذارید تا ان در سری جدید حتما از این پیشنهادات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد و حتی اگر در مورد تغییر وقت برنامه هم نظراتی دارید و پیشنهاداتی دارید با ما در میان بگذارید تا ان باز مورد بررسی قرار خواهد گرفت در برنامه امروز به همراه شما عزیزان دو صفحه اول جزء 11 هم رو صفحه 202 به تعبیر دقیق تر 202 و 203 از سوره مبارکه توبه مصحف عثمان تاها رو از آیه 94 چهارم سوره مبارکه توبه تا پایان آیه 106 هم بیاری الله متعال به همراه شما عزیزان و خوبان خواهیم بود با ترجمه معانی این آیات بعد از یک میان برنامه کوتاه نور انسی فی همانا کسانی که در ازای بهای ناچیزی آنچرا که الله از کتاب آسمانی نازل کرده پنهان می‌دارند، جز آتش چیزی نمی خورند و الله در روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نمی گرداند و برای آنها عذابی دردناک است نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص ردیلوه السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفيا رتلوه في قيام الليل دوما بعد سنة مجدد قد مهتشم در ادامه بررسی محتوای آیات سوره مبارکه توبه به آیات رسیدیم که الله متعال در اون آیات قبل است رجوع رسول صلی الله علیه و سلم از غزوه تبوک به سمت مدینه منوره درباره آن عده ای از افرادی که در صف مسلمین شرکت نکرده بودند در این غزوه غزوه تبوک غزوه که در سال نهم از هجرت رسول صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد در جنگی که احتمال می رفت با رومیان صورت بگیره بعد از این که حضرت علیه سلام خبر شده بودند که رومیان آماده آمادگی میگیرن و خود رو آماده میکنن برای حمله به مرزهای حکومت اسلامی و اون اماکنی که مسلمانان در اون سیطره داشتن حضرت علیه سلام لشکری آماده کردن و قبل از اینکه دشمن حرکت بکنه رهسپار شدن به سمت مرزهای روم در آن زمانه و مرزهای اردن در جغرافیای فعلی ما در نقشه هایی که ما الان داریم مسافت بیش از 800 کیلومتر در گرمای تابستان که دمای مدینه منوره و نواحی اطراف که الله تالا بر فضلش روز به روز بیافزاید به 50 تا 55 و چه بسا در برخی از اوقات به نزدیکی های 60 درجه بالای صفر هم میرسید. فصل برداشت خرما در مدینه منوره به همراه گرمای مسیر به همراه خوف جنگ با رومیان ابر قدرت آن زمان حداقل که از ابر قدرت ها بودن اگر ایران امپراتوری فارس آن زمان را هم حساب بکنیم یکی امپراتوری فارس بود و یکی هم امپراتوری روم این دلایل به همراه آنچه که از سستی و یا از نفاق در قلوب ادی از منتصبین به اسلام و یا بیماری هایی که ادی از مسلمانان داشتند و همچنین اون عذرهای شرعی که سبب شد تا اگه دی از مسلمانان در این غصب شرکت نکنن و همچنین دستور و رسول در صلی الله علیه و سلم به برخی از افراد سبب شد تا اینها روی گردان بشن از شرکت در این غزبه الله مطال در آیاتی که در درس گذشته و همراه شما مرور کردیم و آیاتی که امتداد خواهد داشت در درس امروز درباره آن عده از مسلمانان و کسانی که در صف اسلام بودند، حالا چه منافقین چه مسلمانان خب منافقین هم در صف اسلام بودند، به هر حال درباره تک تک این گروه ها دسته هایی که رفتن صحبت فرمود از کسانی گفت که اونها عذر تراشی کردن از منافقین قبل از اون کسانی از منافقین که هیچ عذری هم نیاوردن یک عده که عذری آوردن از بیماران مسلمین سخن فرمود از انسانهایی از مسلمانان سخن فرمود از اون عده از صحابه که بیمار هم نبودند اما توانایی مالی شرکت در جنگ رو نداشتند که ملامتی بر این دو گروه آخر یعنی بیماران و فقیرانی که توانایی نفقه و خرج کردن در راه جهاد رو نداشتن این دو گروه الله تعالی فرمود بر اینا ملامتی نیست اما منافقینی که در جنگ نرفتن رو چون کسانی که عذر تراشی کردن و جا المعذرون من الاعراب و یا اون کسانی که رضو به ایکونو و خوالف به تعبیر قرآنی هر دو این گروه رو الله تعالی ملامت فرمود قبل از این که حضرت علیه السلام وارد شهر مدینه بشند در مسیر آیاتی نازل میشه که حضرت علیه السلام رو آگاه میکنه از حالی که منافقین دارند و چرا نیامدن و آیات نازل شد این آیاتی که گذشت و همچنین خبر داده شد از ای که قریب الوقوع بود از اونجایی که حضرت علیه السلام و علم غیب نداشتن و خبر نبودن از آنچه که در مدینه میگذرد، و یا خواهد گذشت الله متعال در ابتدای جزء 11 هم در امتداد سوری مارکه توبه آیات زیر رو نازل فرمود اولو به رحم من الشیطان الرجیم یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیهم <تصفح> عذر تراشی میکنن یا تدرون عذر می آورن الیکم به سوی شما اذا رجعتم الیهم آن لحظه و آن هنگامی که شما رجعتم رجوع کردید بازگشتید الیهم به سوی آنان قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخبارکم اگر اینها آمدن و از شما عذرخواهی کردن قول به اونها به گله تعتذیرون عذر خواهی نکنید هیچ بهانه نیارید و هیچ بهانه تراشی و عذر تراشی نکنید که لن نؤمن لکم ما هرگز باور نمی کنیم به شما لن نؤمن لکم لن نؤمن هرگز نؤمن ایمان هم میاد و معنی ایمان و باور لن نؤمن لكم ما باور نداریم به شما ایمان نداریم به صداقت آنچه که شما میگویید چرا که قد الله من اخباركم چرا که الله تعالی نبعن الله نبع از نبع گرفته میشه به معنای خبر نبعن الله آگاه ساخته ما رو الله متعال من اخبارکم از آنچه که بر شما گذاشت از اخبار شما از حال و احوال شما الله مطال فرمود که اینها میان ای رسول من الان حضرت علیه سات و سلام هنوز وارد مدینه نشدن و قبل از اینکه وارد مدینه بشن الله مطال در این آیات به حضرت علیه سلات و سلام آگاهی داد و اطلاع داد که اینها این کار را خواهند کرد یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم اگر این کار رو کردن شما در پاسخ به اینها بفرمایید که قل لا تعتذر هیچ عذری پیش نکنید برای بله من لن نؤمن لکم ما باور نداریم حرفایی رو که شما میارید بهونه هایی که میارید که ما اینطور بود میخواستیم بیایم میخواستیم این کار رو بکنیم نمیدونم مشکل داشتیم نمیدونم خونه ما خالی بود و کسی نبود و ما به فتنه می و زنان رومی زیبا روی بودند و ما از اینکه دچار فتنه بشیم در دوری از خانه و خانواده خود در مسیر راه از ایمان خود می ترسیدیم و اون صفاتی که قبل از این هم در آیت گذشته ذکر شد و من هم قول و ذلی ولا تفتنی این رو خوندیم و از این موارد الله تعالی می فهمد به بگو هیچ عوضی نیارید عذر شما پذیرفته نیست که ما باور نمی کنیم الله تعالی حال و احوال شما رو برای ما بیان کرده شمایی که بهانه تراشی کردید الله تعالی فرمود که اینها علف الفتنت سقطو اینها در اون فتنه ای که ادعا می کردن. که ما اگر بریم در این فتنه ها خواهیم افتاد اینها در فتنه بزرگتری افتادند و آن هم نفاق و آن هم مخالفت و ترس و فرار از میدانه جهاد به همراه سپه سالار انبیاء تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم بود در ادامه الله متعال میفرماید که اینها بگید که ما باور میکنیم الله تعالی برای ما توصیف کرده صفات شما رو به ما گفت حالت شما رو برای ما بیان کرد ما از بیماری شما خبر داریم الان اون کسانی که می آیند که عذر تراشی بکنند قبل از اون الله تعالی وصف حال کسانی که مریض بودند رو هم بیان کرد وصف حال اون کسانی که آمدند و نداشتن چیزی که با اون سفر بکنند و از حضرت علیه السلام خواستند و پیامبر هم فرمود لا اجد ما احملکم علی من نمیابم چیزی که شما رو بر اون سوار بکنم و ببرم اینها رو هم بیان کرد حتی اون اشکهایی رو که در غیاب رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه ریختن هم بیان کرد تولو و اعیونهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون اینها رو هم بیان کرد الله متعال وصف حال همه بیان شد قد نبأنا الله من اخبارکم الله تعالی اخبار شما رو اوصاف شما رو موقعیت و احوال شما رو برای ما بیان کرد اگر شما راست میگید اگر شما واقعا انسان های مؤمنی هستید که بهانه هایی که آوردید واقعا راست ما که ایمانی نداریم به اینها چون الله تعالی به ما گفته اما اگر واقعا این گونه است و سیر الله عملکم و رسوله به زودی خواهد دید و الله به زودی دید الله تعالی عملکم عمل شما رو و رسوله و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خواهد دید رسوله اینجا واب واب عطف است رسوله ات میشه به فعل سیار الله به لفظ جلاله الله و فعل سیارا برای هر دو استفاده میشه الله تعالی خواهد دید عمل شما رو و همچنین رسول صلی الله علیه و سلم نیز خواهد دید عمل شما رو بالاخره شما در این جامعه زندگی میکنید و عمل کرد شما و رفتار شما و برخورد شما در میان مسلمین اینها مشخص خواهد شد خود به خود مشخص میشه که اگر شما انسان های مؤمنی باشید اگر مسلمان باشید اون موقع مشخص میشه که شما الان به خاطر اون احساس گناهی که از نرفتن به غزوه دارید و تخلف از خروج در راه الله تعالی مشخص میشه که شما چه عکس عملی از خود نشون خواهید داد مشخص میشه که چقدر در گفتار خود صادقید و پشیمانید از آنچه که انجام دادید الله تعالی به زودی این رو خواهد دید از شما و همچنین پیامبرش این مشخص خواهد شد این در دنیا که پرونده شما مشخص خواهد بود ثم تردون الی عالم من و شهادت بی بما کنتم تعملون سپس توردون شما رد خواهید شد باز خواهید گشت رد شدن یعنی بازگشتن میگن فلانی در امتحانات آخر سال رد شد یعنی بازگشت قبول نشد دوباره بعد امتحان بده ثم تردون سپس باز خواهید گشت الى عالم الغیبی و شهاده به سوی آنچه که آن کسی که عالم غیب و شهادت است عالم آنچه که غیب است و مردم از اون خبر ندارن و کسی بر اون مطلع نیست و اون بخشی از این غیب اون نفاق درون شماست و شهاده و همچنین اون کسی عالم به آن چیزی است که آشکار میشه تا فیونبه اکم پس آگاه خواهد کرد اطلاع میده به شما به ما کنتم تعملون بس آنچه که شما انجام میدادید کنتم تعملون تعملون انجام میدهید وقتی که فعل مزاره بر سر وقتی که افعال کانه کانه و هم خانواده هاش بر سر فعل مزاره داخل میشن اون موقع مزاره به ماضی استمراری تبدیل میشه بمکنتم کنتم تعملون به سبب آنچه که شما انجام میدادید در گذشته وقتی که به قیامت میرید الله تعالی آنچه را که شما در گذشته در دنیا انجام میدادید برای شما آشکار خواهد ساخت این مرحله اول اینها آمدن برای عذر خواهی الله تعالی فرمود اگر اینا آمدن این گونه به پاسخ بدید باز الله تعالا میفرماید اینها در ادامه باز هم خواهند اومد این عذر خواهی اینها این عذر اینها باز هم ادامه پا... پیدا میکنه سیحلفون بالله لکم اذا قلبتم الیهم لتعرضوا عنهم یک عذرخواهی اینها کردن تا بهانه تراشی بکنن که چرا نرفت سیحلفون بالله لکم اینها به زودی س به معنای س و سوفه به معنای به زودی میاد سیحلفون به زودی یحلفون اینها قسم خواهد خورد یحلفون از حلف کردن میشه معنای قسم سیحلفون بالله اینها به الله تعالی قسم خواهند خورد لکم برای شما اینها قسم به الله میخورند برای شما اذا قلبتم آن لحظه ای که شما بازگشتید الیهم به سوی اینها سیحلفون بالله لکم اذا قلبتم الیهم این قسم خوردن به الله تعالی وقتی که شما برمیگردید پیش اینها به چه خاطر هست اینها قسم میخورن لتو آریضو اینها قسم میخورن تا شما از اونها رویگردان بشید لتعارض عنهم تا اعراض بکنید شما از اونها رویگردان بشید هدف اول اینها اینها در ابتدا آمدند. خب یک سری بهانه آوردن تا چه بکنن تا بیان کار خود رو توجیه کنن باز قسم خوردن این دفعه بالله تعالی یک کمی شدت عملشون رو بالاتر بردن اینها قسم خواهند خورد ای پیام من بله تعالی به خاطر شما قسم میخورن بله تعالی وقتی که برگردید چرا؟ تا شما دست بردارید از اینها تا شما از اینها لتعارض و عنهم روی گردان بشید بیخیال اینها بشید یکی از اهداف این اینها اینه که شما دیگه با اینا کاری نداشته باشید فاعرضو عنهم پس شما هم از اینها اعراض کنید اونها قسم میخوردن تا رسول الله علیه و سلم از اونها در گزرد. این گذشتی که بر مبنای بخشش است گذشت اعراض اعراض دو حالت داره روی گردانی از یک شخص شخصی که اون شخص دچار یک اشتباهی شده و خطایی از او سر زده انسان از او اعراض میکنه این اعراض دو حالت داره یا این اعراض به خاطر اینه که انسان او رو بخشیده میگه آقا معافت کردم بخشیدمت و برو از اون رویگردان میشه به خاطر اینکه از اون گذشته و بخشیده او رو و یا اینکه این, این اعراض به خاطر شدت ناراحتی و اعلان بیزاری از اون فرده که آقا میگه برو دیگه نمیخوام ببینم روی گردان میشه از این شخص قطع رابطه میکنه با او این اعراض نوع دوم نه به خاطر گذشت و تسامح و بخششه بلکه به خاطر اعلان بیزاری و اعلان ناراحتی و اعلان قطع رابطه با اینهاست اونها آمده بودند تا به اون رویگردانی نوع اول دست پیدا کنند اما رویگردانی مسلمین از اونها از نوع اول نبود الله متعال به پیامبرش و ها فرمود اونها قسم میخورن لتعرض و انهم. تا شما از اونها در گذارید. تا شما از اونها گذشت بکنید اما شما گذشتی که انجام میدید باشه اونا میخوان شما از اونها درگذرید بله درگذرید اما نه اون درگذشتی که اونها میخوان اونها میخوان که شما چشم پوشی کنید خطاهای اونها رو نادیده بگیرید نخیر شما دیگه اصلا به اینها توجهی نکنید اعرضو عنهم شما از اینا روی گردان بشید چرا انهم رجسون انهم رجسون، اینها پلیدن انهم رجس اینها پلیدن انسان منافق الله تعالی می فرماید پلید شبیه این تعبیر رو ما برای مشرکین هم داشتیم الله تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجسون در همین سوره آیه 28 الله متعال فرمود که ای کسانی که ایمان آورده اید مشرکان نجسن نفرمود نجسن یعنی نجس شده اند در برخورد و لمس یک چیز ناپاک بلکه نجسون خود عین نجاستن انما المشركون نجسون اینجا هم فرمود در باره منافقین انهم رجسون منافقین پلیدن منافق و مشرک وصفش اینه. این ذات منافقه این ذات مشرکه این ذات این انسانه چگونه ممکنه انسان بیاد بشینه سر میز پشت میز برای مذاکره برای گفتمان برای صحبت با یک پلید این تعبیر قرآنی است این هم ریدسون ریدس پلید ناپاک شایسته یک انسان مسلمان یک مبهد یک انسان پاک نیست که با یک منافقی سر یک میزی بنیشینه و بخواد با اون بیاد چیکار بکنه بیاد با اون از در گفتمان در وحدت بین ادیان در تقارب بین باورها و اعتقادها داخل بشه این دو اصلا هیچ نسبتی با هم ندارن فاعرض عنهم از اینا روی گردان بشین همون گونه ای که در بحث جهاد الله تعالی فرمود که فقل لن تخرجوا معي ابدا هرگز دیگه شما با من عقل ندارید که جایی خارج بشید ولن تقاتلوا معي ادوا و هرگز با من با هیچ دشمنی در میدان جنگ شما همراه نخواهید شد در میدان مذاکره هم نباید با منافق داخل شد ف انهم رجسون ف اعرضوا انهم رجسون هر چقدر قسم خوردن سیحلفون بالله لكم، اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم دست بردارید تا دست بردارید از سر اینها ما از شما هستیم و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الی بعض وقتی که باز میرن چیکار میکنن یک عده از اینها با یک عده دیگر از خودشون خلوت میکنن عضو علیکم الانامن من این انگشتان خودشون رو بر علیه شما از شدت خشم بر علیه شما گاز میگیرن این بس به حال منافقه چقدر از این آیات ما فراوان داریم در سوریه مبارکه بقره آیات 8 تا 20 در سوریه مبارکه بقره باز آیات 203 و بعد در سوره مبارکه نسا وقتی که ما درباره اینها صحبت شد از آیات 60 تا 65 از آیات 138 به بعد در سوره مبارکه باز توبه ما وصف حال این منافقین رو به آیات مناف... فراوانی داریم و در سوره مبارکه منافقون و سوره های مختلف دیگری که الله مطال به تفصیل درباره اینها صحبت میکنم فاعرضوا عنهم انهم, انهم لجسون اینها ناپاکند از اینها روی گردان بشید و مأواهم جهنم جزاءا بما كانوا بی مکن و اینا سر انجام اینها جایگاه اینها دوزخ است جزایی به خاطر آنچه که اینها انجام داده اند سر انجام اینها دوزخ است این در منافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا منافقین در پایین ترین درجه دوزخ قرار دارن و هیچ یاوری برای آنها نخواهید یافت الا الذين تابوا مگر اون دی از این که توبه بکنن و ادامه آیه در آیه 145 و 146 از سوره مبارکه نساء الله متعال فهمد اینها میان اول که عذرخواهی بکنن تا اشتباه خودشون رو توجیه کنن و وجهه اجتماعی خود رو در بین مسلمین همچنان حفظ کنن که اعتقادی به خدا و رسول نداره منافق اگر میاد عذر خواهی هم میکنه این عذر خواهی نه به خاطر اون عذاب روحی که به خاطر انجام گناه تحمل میکنه به خاطر اون نیست اگر منافق میاد و میخواد که رضایت به دست بیاره اگر منافق میاد و قسم میخوره اگر منافق میاد و عذر پیش میکنه فقط به خاطر جلب منافع مادی خودش هست منافق یک موقعیت اجتماعی داره یک موقعیت اقتصادی در جامعه اسلامی برای خود پیدا کرده این انسان منافق چون از همین جامعه بوده و آبا و اجدادش در این جامعه بودن یا داخل شده در این جامعه و منافع مادی خود رو چه اجتماعی چه اقتصادی چه سیاسی و اهداف و منافع دیگری رو که داره در فضای جامعه اسلامی میتونه پیدا بکنه و اینجا فقط میتونه سرمایه گذاری بکنه برای رسیدن به اهدافش مجبوره که خود رو هم مسیر اونها نشون بده چون اگر بگه من معتقد به اعتقادات شما نیستم دین دیگری دارم ترد میشه موقعیتش به خطر میفته محبوبیت و مقبولیتش از بین میره مجبوره که بیاد و این صحبتها رو مطرح بکنه اما نه به خاطر این که ناراحته که چرا معصیت کرده چرا گناه کرده نه به خاطر این که بمانند یک مسلمانی که اشتباهی میکنه عذاب روحی داره عذاب وجدان داره و میخواد آزاد بشه و خلاص بکنه خودش رو و میاد استغفار میکنه و توبه میکنه و نه به مانند آن مسلمانانی که از تبوک باز ماندن بدون عذر و نرفتن و بر در امتداد آیات به وصف حال اونها هم خواهیم رسید نه به مانند اونها انقدر ناراحت بشند و از الله تعالی و رسولش استغفار به طلبند به مانند اونها نه اصلا هدفش اینها نبود هدف توجیه کار هدف لتعرضو عنهم تا شما از اونها روی گردان بشید بر علیه اونا صحبت نکنید بر علیه اونا سخنرانی نداشته باشید موقعیت اونها رو تخریب نکنید در جامعه یک هدف دیگه هم اینها دارن از این همه اصرار در عذر پیش کردن یحلفون لکم قسم میخورن برای شما این بار دیگه برای چی قسم میخورن لترضوا عنهم تا شما از اینها راضی بشید بار اول آمدن اعتظار کردن تا کارشون رو توجیه کنن وجهه خودشون رو به دست بیارن باز آمدن قسم خوردن تا شما از اونها بگذرید گذشت کنید اونها رو ببخشید نه تنها به این حد راضی نیستن چون منافع اونها هنوز در خطره الان فقط ازش گذشتن اما اون رابطه قبلی هنوز باقی نمونده توجیه کردن کارشون رو به دنبال کسب رضایت کسب موقعیت گذشته خودشون هستن به همین خاطر اومدن و چیکار کردن قسم خوردن که شما اونها رو ببخشید بعضی وقتا انسان کسی رو میبخشه اشتباهی کرده میگه آقا منو ببخش از صمیم قلبم او رو میبخشه اما در دل خودش باز انسان در رابطه با این فرد این شخصی که یک خطای از او سر زده دیگه نمیتونه اون رابطه قبلی رو که باش داشته داشته باشه بخشیده او رو کاری هم بهش نداره اما اون روابط صمیمانه که قبلا داشت اون تعامل حسنی رو که قبلا با او داشت الان نمیتونه داشته باشه این مکدر شده به همین علت اینها برای به دست آوردن اون موقعیت اولی باز قسم میخونن یحلفون لکم لترضو عنهم تا شما از اونها راضی بشید توجیه کردن قسم خوردن که اونها رو ببخشید قسم خوردن که ما یعنی حال راست میگیم بر عذری که آوردیم قسم میخورن که ما راست میگیم تا شما بپذیرید عذر اونها رو وقتی که دیدن شما گفتید لن نؤمن لکم اوزی که آوردن مسلمین گفتن لن نؤمنه لکم ما به شما اعتقاد باور نداریم قسم خوردن محکمتر صحبت کردن گفتن به الله قسم که ما راست میگیم در آنچه که گفتیم تا شما اونا رو ببخشید و باز هم قسم میخورن تا نه تنها اونا رو ببخشید که از اونا راضی بشید حتی برگرد همه چی بارت اول یحلفون لکم لترضوا انهم حال اگر کسی آمد در جامعه اسلام منافقی آمد توانست با چرب زبانی و من الناس من یعجب کن قوله فی الحیات دنیا هستن از ادهی از مردم الله تعالی در دویست و سی سوری که مبارکه بقره فرمود هستن کسانی از انسان ها در 24 که اینها میان و قسم میخورن و من الناس من یعجب کن قوله فی الحیات دنیا ای پیامبر من حتی تو رو به شگفت میندازه صحبت کردن اینها و یشهد الله علی ما فی قلبی الله رو بر آنچه که در قلب داره هم شاهد میگیره و هو علت در و لجوج ترین دشمنان شما همین ها هستند اگر در جامعه اسلامی انسانی فریب این عده رو خورد و اعلان رضایت کرد از اینها و با اینها همراه شد و اینها رو از خود دانست آیا این به این معناست که اینها انسانهای خوبی هستند آیا اعلان رضایت مسلمین مسلمینی که از ذات اینها بیخبرند اینها رو نشناختند به خاطر چرب زبانی های اینها به خاطر اون صحبت هایی که از زبان اینها خارج می شد به خاطر دلایلی که از قرآن و زندگی گهربار و حضرت علیه و السلام به زبان می آورند مردم به اینها باور کردند فریب اینها رو خوردند آیا به این دلیل که اینها انسان های خوبی هستند؟ آیا چون خیلی از مردم از فلان رهبر منافقین که چهره ای از نفاق برای خود به تصویر کشیده بود و یشهد الله علی ما فی قلبه الله تعالی رو بر آنچه که به زبان می آورد شاهد می گرفت و همچنین کسانی که هستند از رهبران منافقین در زمانه ما رهبران منافقین یعنی رهبری که در ظاهر مسلمان است و وقتی میگه منافق کسی است که انسانی که ادعای اسلام داره کسانی که در رأس منافقین قرار دارن، اینها مدعیان اسلام هستند که کافرند، که مشرکند، که اینها دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم و مکتبش هستند و باورش. اگر انسانهای جامعه اسلامی، اگر همه جامعه اسلامی هم از اینها فریب خورده باشند، از اینها اعلان رضایت کرده باشند و اینها رو به عنوان بزرگانی قبول بکنند آیا این دلیل بر خوبی این هاست کلا و هاش یحلفون لکم لترضو عنهم قسم میخورن برای شما تا شما رو از خودشون راضی کنن فا این عنهم اگر شما اینجا خطاب کی است ترضو عنهم این ترضو خطاب مسلمینن یحلفون قسم میخورن منافقین لکم برای شما مسلمین لترضو تا راضی بشید شما مسلمان ها انهم شما موحدین از این منافقینی که ادعای اسلام دارند فا این ترضو انهم اگر شما از اینها اعلان رضایت کردید ای مسلمین فا این الله لا یرضا عن القوم الفاسقین پس بدونید که الله تعالی هرگز اعلان رضایت نمیکنه از قومی که فاسقند منافقین فاسقند الله تعالی میفرماید که اگر جامعه اسلامی هم اگر مسلمان ها هم ادهی از منافقین رو خوب بدانند خوب بشمارند فریب اینها رو خوردند صفات اینها رو خوب درک نکردند اینها رو خوب نشناختند کسانی که مدعی اسلامند کسانی که میگن ما به الله و روز آخرت ایمان داریم و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین و اینا ایمان نیاوردن میگن اما ایمان نیاوردن اگر همه شما هم ای مسلمین از اینها اعلان رضایت کنید الله تعالی هرگز از فاسق اعلان رضایت نخواهد کرد اینها فاسقن فان این الله لا يرضى عن القوم الْفَاسِقِينَ الله تعالی هرگز از فاسق اعلان رضایت نخواهد کرد فاسق را الله تعالی هرگز نمیبخشه بلا اینکه دیر و فریب داده باشه این اینکه با خرج پول با سرمایه گذاری ها با تبلیغات با رسانه های آنچنانی با خرش کردن ها با پول چاهای های نفت و گاز میلیون ها و میلیارد ها دلار رو از گلوی مردم خودشون بگیرند و ببرند در گوشه و کنار دنیا در روستاها و در سرزمینهایی هایی که انسان هایی بیخبر ناآگاه درس نخوانده و تحصیل نکرده غیر متخصص در امور دینی فریب اینها رو بخورند و به اینها لبیک لب بگن و بمانند اینها بشن باز هم الله تعالی از اینها اعلان رضایت نمی کنه که بیشتر فریب تبلیغات منافقین رو می چه کسانی هستند؟ اینها بیشتر بادی نشینانند اینها بیشتر کسانی هستند که از علم و از دین بی اطلاع یک انسان هایی که در شهرهای بزرگ زندگی نمی کنند یا اگر هم زندگی می کنند به مانند اون کسی که در کوچه و در دشت و صحرا به همراه گوسفند و شطورش مشغول و انگار نه انگار خبری از هر باور و اعتقاد و حرکتی نداره و از فریب می اینها به مانند اونها إنها هؤلاء الذين باديه نشيناني هستند که در کفر و اگر داخل شدن از همه الاعراب اشد كفرا ونفاق الاعراب اشد كفرا ونفاق واجدر ان لا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله الاعراب اعراب جمع اعرابی است الاعراب اعراب جمع اعرابی است و جمع عرب نیست این رو دقت کنید عزیزان ما در فارسی عرب رو اعراب جمع بندی میگیم که اعراب در فارسی ما کلمه اعراب رو برای جمع عرب استفاده میکنیم و مراد ما در فارسی از کلمه اعراب عرب هاست اما در عربی عرب به معنای عرب ها نیست در فارسی اعراب جمع عرب نیست اعراب جمع اعرابی عربی است اعرابی یعنی همین کلمه اعراب با یک یای اضافه مفردش با یا میاد جمعش بدون یا اعرابی مفرد اعراب جمعه. اعراب یعنی بادی نشینان اعرابی یعنی بادی نشین بادی نشین که بادی نشین چوپون چون و اشایر به تعبیر خودمونه تر کسانی که مشغول دامداری هستند و همیشه پیوسته در دشت و صحرا به دنبال پیدا کردن یک مرتع یک چراگاه سرسبز محلی هستند که گوسفندا و شطور و بز و حیواناتی رو که دارن اونجا بچرانن هی از یک چراگاهی به چراگاهی دیگر از منطقه به منطقه دیگر از قشلاق به ایلاق و از ایلاق به قشلاق و منتقل میشن از جای به جای دیگر اینها چون بیشتر وقت خود رو در دشت و صحرا می سپری می کنن، این انسان ها و بیشتر وقت خودشون رو مشغول حیوانات هستن و مدت خیلی کمی رو مثلا در یک منطقه ساکن هستن و غالبا هم جایی که ساکن میشن خیمه هایی دارن چادرهایی دارن که اینها در خارج از فضای آبادی ها برپا میکنن و همیشه خودشون هستن و خودشون این افراد زیاد با علم و با تحصیل و با مراکز علمی و با تا... کسانی که بیان به اینها درس و تعلیم بدن آشنایی ندارن و وقتش رو هم ندارن سر و کار هم ندارن علاوه بر این که اینها این عده کسانی هستند که چون در یک منطقه در یک شهری در یک قریه حتی زندگی نمی کنن که اونجا یک نظمی داشته باشه قوانینی داشته باشه انسجامی داشته باشه اینا به با کسی باج نمیدن اونقدر حرف حرف خودشونه یا حرف بزرگ قبیله اینها به همین علت اینها وقتی که اینها اگر در انحرافات اعتقادی داخل بشن اینها خیلی شدید هست برخورشون در این باب خیلی شدت به خرج میدن کسانی که از اینها دچار انحراف اعتقادی بشن الاعراب و اعرابی ها بادی نشینان کوش نشینان در هر منطقه و شهر و دیاری هم میتونه باشه مختص به یک منطقه خاص و یک محدوده جغرافیایی خاص هم نیستن اینها الاعراب بادی نشینان اشایر کوش اینها اگر دچار انحراف اعتقادی شدن اینها اصلاح اینها وقت بیشتری میبره و اینها در این کفر و شرک و نفاقشون خیلی تندترن از کسانی که در شهر و تمدن بزرگ میشد بادی نشینان اشد دو کفر و نفاق اینها اشد دو کفر شدیدترین کفر رو دارن و نفاق رو دارن و اجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ما إنها أولا ترى أجدر شايست ترى إنها ألا يعلموا ندانند ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أن حدود رو أن قوانين رو أن شرائع رو كالله تعالى نازل فرموده حدود ما حدود آن چزي رو كه انزل الله على رسوله الله تعالى نازل فرموده بعد پیامبرش اینها در عدم آگاهی از دین و بیخبری از باور و اعتقاد اینها اولاتر هن. چون اینها دورند چون اینها هیچ فرصتی در اختیار اینها نیست چون اینها هیچ مرکز آموزشی و تعلیمی در اختیار اینها نیست چون اینها کسی نیست که به اینها علم یاد بده و اگر اینها دو چهار کفر و نفاق شدن شدت کفر و نفاق این عده از دیگران بیشتر خواهد بود و اجدر الا حدود ما انزل الله على رسول شدت و کفر و نفاقشون چرا بیشتره چون اینها نمیدانند اینها نسبت به حدود آن چیزی که الله تعالی بر پیامبرش نازل کرده اینها نسبت به احکام شرعی و اعتقادات و باورها از دیگران اینها از دیگران غافلترن میتونیم ما این رو در اصل زمان خودمون دایرهش مقداری گسترده تر بکنیم الان حتی در مناطقی از شهرهای ما شهرهایی که در اون شهرها یک فکر مذهبی خشک یک فکر خاص حاکم هست و افراد فقط در یک دایره محدودی اجازه فعالیت و تحقیق و تفحص دارن اگر وارد یک سایتی بشه سایت رو فیلتر میبینه اگر بخواد یک ماهواره رو نگاه بکنه باید یک چند نفری بیان و بزنن و ببندند و دستگیر بکنند و با هلیکوپتر بیان پشت بوم خونه ها و جمع بکنند و اگر یک کتابی بخواد بخره باید 60 تا فیلتر رد بکنه و 60 تا مهر روش میخوره و اجازه حتی مطالعه هر کتابی به اونها داده نمیشه و اجازه حتی بنای مساجدی برای مسلمین داده نمیشه تا اینها بخوان تحقیقی داشته باشن اون کسانی که در این فضا بخوان تحقیق بکنن اینها هم همین حکم عرب رو دارن الان یعنی اینها هم فرق با اون نشین نداره درسته که در یک تخصص و مجال خود اون بادی نشین در بحث دامداری و اون برای خودش یک مهندس دامداریه دیگه اگر بخواد حساب بکنه برای خودش یک پزشک دامدار میشه حداقل حد دیگه در بحث تولید مثل دامداران و در اون تخصص دامداری خودش کسی حریفش نمیشه به خاطر دارم که یکی از عزیزانی که حتی ارتوپد شده بود بعدم بدون اینکه حتی دیپلم داشته باشه در یکی از دانشگاه‌های معتبر ازش دعوت کرده بودن که بیا تدریس بکنه در یک دانشکده پزشکی ایشون یک چوپانی بود که شکست بندی رو از شکستن پای بز و گوسفندش یاد گرفته بود و بر اساس تجربه و به حال آگاهی که داشت به حدی حد رسیده بود که پزشکان متخصص این فن به پیش این می اومدن و اگر اون کسی رو که بیماری که شکستگیش به حدی حد بود که از حد اونها خارج بود میفرستادن پیش این شخص و همچین افرادی موضوع اینه که الان ما در جوامع خودمون هم داریم خیلی ها که اشد و کفر و نفاق و اجدر و الا یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله هستن کسانی که این صفت بر اونها منطبق الان دیگه ما نمیتونیم بگیم فقط اشایر ما اینطوری هستن چه بسا که اشایر خیلی آگاه تر باشه البته کل اعراب اینطور نیستن کل بادی نشینان این گونه نیستن بعد در آیات بعد در دو بعدی باز الله تعالی استثنا میکنه اینها اگر در این مجار رفتن از بقیه بدتر میشند چرا که اینها آگاهی ندارن علم ندارن والله علیم و حکیم الله تعالی عالم مطلق است علم مطلق نزد اوست و حکیم است به همه کارهای او با حکمت است و من الاعرابی. و از این بادی نشینان دی هستند که من یتخید قرار میدهد ما آنچه که یونفق انفاق میکند رو اگر از اون طلب انفاقی بشه و ازش خواسته بشه که در راه الله تعالی چیزی رو خرج بکن یا تخید و میونفق و آنچه رو که انفاق میکنه این رو یک غرامتی حساب میکنه مغرامن یک غرامت یک خسارت غرامت یعنی خسارت مغرم و غرامت از یک خانواده مغرامن یعنی یک خسارتی برای خودش حساب میکنه فکر میکنه آنچه رو که در انفاق میکنه داره خسارت میده داره باج میده یعنی ضرر کرده و یا بس و و, و اینها یا بس اینها چشم انتظارن اینها چشم گرفتن اینها مترسد یک فرصتند اینها چشم دارند که یطراب بسو بکن اینها برای شما انتظار این رو دارن که به شما چی برسه؟ الدوائر به شما مصیبت های روزگار و زمانه برسه نگه دیه هست این عده همچین دیدگاهی رو نسبت به شما دارن بودند در زمان رسول صلی الله علیه و سلم که ادی از بادیه نشینان ما وقتی که صحبت اشد و کفر و نفاقا میکنیم منافق کافر است اما وقتی که صحبت منافق میاد یعنی این شخص ادعای اسلام هم داره حالا موضوع سرینه وقتی همیشه دقت بکنیم که هر جا که لفظ نفاق آمد گرچه منافق کافره و بدتر از مسیحی و یهودی و مشرک حتی چرا که فرمود الله تعالی ان المنافقین فی درک الاسفل من النار در پایین ترین درجه جهنم هستند اینها اما این شخص ادعای اسلام داره پیوسته الان صحبت از اینه که کسانی که بیخبرن از آنچه که الله و رسول نازل کرده که در رسش قرآن کریم است و اطلاع ندارن اینها مسلمان, مسلمان نماهایی هستند که در نفاق و کفرشون از دیگران شدتشون بیشتر چون مسلمان نماز، اگر ازش خواسته بشه کنفاق بکنه صدقه بکنه بخش و بزلش بزل و بخشش بکنه این انسان الان این رو یک خسارتی برای خودش حساب میکنه چون اعتقادی نداره چون باوری نداره اما ادعای ایمان داره ادعای ایمانو داره اما باورش رو نداره و من عرب، ادی از این بادیه نشینان بی اطلاعان غافلان از آنچه کلا تعالی ناظر کرده من و من ینفق و تراب تربس و بکم الدوائر و تراب بس و بی دوائر. اینها برای شما مسلمین چشم انتظار یک مصیبتی هستند یک حادثه ای هستند دوائر جمع دائره هست به معنای اتفاقاتی که در زمانه میفته و یک حادثه خیلی بزرگی یک شکستی یک جنگی یک مصیبتی بالاخره که فراگیر باشه خیلی بزرگ باشه و به حدی بزرگ باشه که به مانند دایره ای مسیر حرکت رو برگردونه منقلب کنه کلا مسیر حرکت رو کلا برگردونه این عده این چشم داشت رو نسبت به شما دارن و یترب بسو بکم الدواء این علیهم دائرت و الله تعالی می که بر خود اینها باد اون حوادث بد و زشتی که برای شما تمنا دارن و الله سمیع و الله تعالی سمیع است میشنود و علیم است و بسیار آگاه است میشنود که اینها چه میگند و چه میکنند و آگاه به حال اینها و نقشه های اینها و باطن اینها و اینکه شما چه انتظاری دارند برای شما مسلمین فریب اینها رو نخورید اینها کسانی هستند که الله تعالی برای ما معرفی کرد اگر بحث رو کمی از عقبتر دوباره یک مروری بکنیم تا بحث بهتر جمع بشه الله تعالی در همین سوره مبارکه در آیه 90 فرمود و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم صحبت اعراب از اونجا شروع شد از آیه 90 از بادی نشینان، ادعی از این بادی نشینان که الله تعالی باز در اینجا در آیه 97 فرمود که و اجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله این همون بادی نشینانی که از علم کتاب و سنت از آنچه که به دین اسلام مرتبط میشه از همه ناآگاه تر بودن و در کفر و نفاق از همه اینها شدتشون بیشتر بود اینها آمدن و عذر خواهی کردند و نخواستند که بنن بعد دوباره هم اینها در عذر خواهی نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم عذر پیشه کردن و اینکه اینها در انفاقی که میکردن رو خسارت برای خودشون حساب میکردن اینها رو، اوصاف اینها رو الله تعالی معرفی میکنه برای رسول صلی الله علیه و سلم بیشتر و بیشتر تا اینها رو حضرت علیه الصلاه و بشناسد و اینکه اینها پیوسته به دنبال این هستند که مصیبتی برسه به مسلمین و همون صفت همیشگی اینها که این توصیب که حسنتون تسوهم اگر به شما نیکی برسه اینها رو ناراحت میکنه و اگر مصیبتی برسه در آیت مختلف فرمود الله تعالی که خوشحال میشن یا بعضی وقتها میرن و میگن خب خوش باحال ما که با شما نبودیم اما همه اینها اینطور نیستن همه اینها اینطور نیستن ادهی دیگری از اینها هستن که وامین الاعراب باز از بین این بادی نشینان کسانی هستن که من یؤمن بله بالله ایمان به الله تعالی داره و یوم الاخر و به یوم آخر ایمان داره و مَا ما ينفق قربات عند دقت کنید که سه تعبیر اینجا الله تعالی استفاده مود فرمود و من الاعراب از همین ها کسانی هستند که یؤمنو بالله و الیوم الاخر خود الله تعالی تاکید میکنه و تضمین میکنه و تایید میکنه ایمان اینها رو به الله و روز آخرت و اینها برخلاف قوم قبلی گروه قبلی که اونها میگفتن و یتخذ ما ينفق مغرما آنچه رو که پخش صدقه میدادن و خسارتی میدانستن اینها و یتخذ ما ينفق قربات عند الله اینها بن خلاف اونها اینها هم در همون جامعه اند ببینید و من الاعراب یعنی وصف این دو تا یکیه اینها هم در اون جامعه هستن اما خودشونو بالا کشیدن درسته که اینها اج و الله یعلم و حدود ما انزل الله و علی رسوله اینها از اینکه اگر قرار باشه ادعی ناآگاه باشند و بیخبر باشند از حکم الله و رسولش اولاترین این عده کیا هستند کسانی هستند که بادی نشینند کسانی هستند که از معادن علم از وسایل تعلیمی دورند حالا چه در شهر باشه چه در خارج در زمانه ما یکی دی از اینها ادعای ایمان دارند اما نفهمیدن اما به دروغ ناخواسته به خاطر کسب منافعی در داخل امت اسلامی ادعای ایمان کردند و اشد و کفرن و نفاقا هستند و یتخذ ما و مایون فق و مغرمن صفت این هاست که هر چی کم خرج می این رو یک خسارت می دونن و اینها های هی پیوسته منتظرن تا مسلمین چه بلای سرشون بیاد یک اتفاق بیفته یک انقلابی بشه شر به تعبیر خودشون از شر اینها راحت شیم اما در همین جامعه باز و من الاعراب از همین بادیه نشینان از همین ناآگاهان به کتاب سنت یک عده خودشون رو بالا کشیدن نگذاشتن بین اینها مثل اونها بمونن اینها هم میگن ما مسلمانیم اما اسلام اینها و اونها زمین تا آسمون فرق میکنه اونها زبان ادعا میکنن یک مسلمان شناسنامه ای طرف اما این نه و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم آخر این ایمان داره الله رو شناخته موحد شده یاد گرفته به قیامت اعتقاد داره و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و آنچه رو که خرج میکنه در راه الله تعالی این رو یک وسیله ای برای تقرب خود به الله تعالی میداند و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول آنچه رو که خرج میکنه این رو وسیله ای برای نزدیکی به بر الله تعالی میداند و دعای رسول صلی الله علیه و سلم برای خودش در زمان حیات آن حضرت علیه السلام وقتی که این آیه نازل شد می آمدن مسلمانان وقتی که زکات می دادن وقتی که زکات مالشون رو می وقتی که صدقات می دادن حضرت علیه السلام سنت مبارکشون این بود که برای صاحب اون مالی که فرستاده شده چه به عنوان زکات چه صدقات چه خیرات برای اون دعا میکردن برای اون دعا میکردن و دعای حضرت علیه السلام خب یقینا هر انسانی آرزومند این دعا بود و یک ادهی از کسانی که الله تعالی میفرماید در همین جب باز ایمان آورده بودن اینها آمدن و اگر خرج میکردن با امید تقرب به الله تعالی بودن و با امید این بودن که حضرت علیه السلام دعایی بکنه برای اونها و این دعا سبب افزایش درجات اونها بشه الا انها قربت لهم همان آگاه باشید که این کارشون این انفاقی که اینها میکردن قربت لهم این سبب نزدیکی اونها این نزدیکی است برای اونها اینها هدفشون چی بود هدفشون این بود که قربت پیدا بکنن نزدیکی و تقرب به الله تعالی پیدا بکنن الله تعالی هم این مجدر به اینها داد که این سبب نزدیکی شما میشه صدقه انفاق بزل مال در راه الله تعالی زکات خیرات نزورات اینها وقتی که خالصه برای الله تعالی با ایمان به الله و روز آخرت قرین میشه و همراه میشه الا انها قربت لهم این صدقه این زکات این مالی که خرج میشه سبب تقرب میشه بخشش مال دل کندن از مال دنیا که برای انسان خیلی شیرینه سبب تقرب به تعالی میشه الا انها قربت لهم همانا این سبب نزدیکی آنها خواهد شد سید خیلو هم الله فی رحمته و الله تعالی بعد دار که اینها رو به زودی داخل خواهد کرد الله تعالی در رحمت خودش ان الله غفور و رحیم همون الله تعالی بسیار بخشنده و مهربان است اینها قربت نزدیکی الله تعالی رو میخواستن الله تعالی می فرماید که سید هم الله فی رحمتی الله تعالی هم به زودی اینها رو داخل خواهد کرد در اون رحمت خودش قربت الله تعالی و رحمت کنار هم ذکر میشه انفاق قربت رحمت انفاق سبب قربت میشه و قربت الله تعالی سبب جلب رحمت های الهی میشه به انسان اونها انفاق میکردن تا به قربت الله تعالی برسن الله تعالی فرمود الا انها قربت لهم این قربتی است برای اونها نزدیکی و تقربی حساب میشه برای اونها و این تقرب وقتی که حاصل شد اولئک بعد از اینکه الله تعالی فرمود که این قربت برای اینها ثابت شد سیدخلهم خلهم الله فی رحمت اینها را الله تعالی داخل میفرماد در رحمت های خودش در دنیا و آخرت انفاق سبب نزدیکی به الله تعالی میشه و سبب جلب رحمت های الهی میشه به انسان سیدخلهم الله فی رحمتی الله تعالی اینها رو در رحمت خودش داخل میکنه و این رحمت الهی کجاست این بهشت است بهشت جایی که رحمت الله تعالی مستدام و ادامه داره و الله تعالی با داخل کردن این شخص در بهشت او رو در رحمت های خودش داخل میکنه و چون بهشت همیشه هست رحمت های الهی هم همیشه به همراه این شخص خواهد بود که ان الله غفور و رحیم همون الله تعالی بسیار بخشنده و بسیار مهربان است تلاوت این آیات رو میشنویم برمیگردیم میشه با ادامه آیات در خدمت شما عزیزان خواهیم اعوذ بالله من يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول (ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم). بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا. وصال حق در تلگرام عزیزانی که مایل به دریافت تازه های شبکه ام از برنامه های زنده کلیپ ها احادیث سرودها، سخنان علما کتاب ها و مطالب مفید دیگر هستند با مراجعه به پیام رسان تلگرام به زبان انگلیسی واژه وسال حق تیوی را جستجو نموده و پس از وارد شدن به کانال وسال حق کلید جوین را فشار دهند. قصد استور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفيا رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدنا القلب ومفتاح الوفا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا با حالی سلام و جدت خدمت همه شما خوبان و عزیزان تلاوت این آیات رو با صدای برادر عزیزمون استاد عبدالله سمرقندی شنید انشاءالله که لذت کافی رو برده باشید در ادامه آیات با توجه به اینکه سیاق و اسلوب آیات قرآنی بر این هست که هیچ وقت جایی برای سوء استفاده نمیگذاره از اون عده ای که به دنبال این هن که معانی و مفاهیم آیات رو تحریف بکنن الان خصوص اون قومی که این همه درباره اونها صحبت میکنن الله حتالا منافقون منافقینی که پیوسته به دنبال این بودن که ضربه بزنن به پیکر امت اسلامی و خود رسول صلی الله علیه و سلم اهل بیت ایشون که در رحص این گروه یعنی اهل بیت همسران رسول صلی الله علیه و سلم هستند و همچنین صحابه جان برکفشون بعد از این کلاه متعال از کسانی که باقی مانده بودند در مدینه سخن گفت و آنچه که قرار بود اتفاق بیفته رو پیش بینی کرد برای رسول صلی الله علیه و سلم و بیان فرمود به اون ای پرداخت که متأثر میشن از تبلیغات منافقین و چه که به همراه اونها همراه میشن از باد نشینان گفت البته برخی از اونها رو و برخی از اونها رو باز ذکر فرمود که اونها برخلاف منافقین انسان های خوبی هستن موحدینی هستن که الله تعالی به اونها بعده رحمت و قربت به خود رو اشاره فرمود باز الله متعال در آیه صد سوره مبارکه توبه از قومی سخن میگه برای ما که در کمتر جایی از قرآن کریم این گونه وصف افرادی بیان میشه و معرفی میشه که خود الله تعالی اونها رو پیشگامان و سبقت گیرندگان در میدان ایمان و عمل می نامد آیه سد سوری مبارکه تو برای حتما همه شما عزیزان بارها و بارها و بارها شنیدید آیه که باید این آیه رو نه با آب طلا بلکه با آب اشکی که از چشم انسانی در نیبه شب در راز و نیاز می چکد نوشت تمام آیات کلام الله مجید این گونه است اما در برخی موضوعات برخی از آیات شاخصترن آیه صد سوره مبارکه توبه آیه ای که بسیاری چشم دیدنش رو ندارند آیه صد سوره مبارکه توبه آیه ای که در سوره مبارکه توبه عدد صد رو نصیب خود کرد و در میدان عمل هم عدد صد رو الله تعالی به این عده داد و میدونیم که عدد صد همیشه در بسیاری از محافل علمی هم به عنوان کامل ترین درجه به شاگردان یک مکتب اعطا میشه از عدد این آیه هم که بگذاریم محتوای این آیه مفهوم این آیه آنچه که این آیه به اون اشاره داره در بهبهه آیاتی که در غزوه تبوک آیاتی که در سوره مبارکه توبه درباره آن عده ای که در تبوک شرکت نکردن در قبل و بعد این آیه اونها رو به تفصیل صحبت میکنه و چه که بسیاری از اونها رو ملامت میکنه در میان آیاتی که درباره بسیاری از منافقین سخن میگه به یک بار در آیه صد الله متعال اسلوب بیان رو و اسلوب وصف رو تغییر میده به یک بار در میان این جمع کسانی رو معرفی میکنه که اینها رمز موفقیت اسلام ان. اجازه بدید آیه صد سوری مبارکه توبه رو به همراه شما فقط در مجال خود کلام الله مجید با هم صحبت کنیم این آیه رو به همراه الفاظی که در این آیه مشابهت داره با آیات دیگر کلام الله مجید کنار هم بگذاریم تا ببینیم که این آیه چه میگه تا ببینیم که چرا این آیه این همه تکرار میشه آیه صد سوره مبارکه توبه من باز هی دارم تأکید میکنم و تکرار میکنم تا بیشتر و بیشتر ذهن نشین بشه این مدال افتخار آدرسش عنوانش آیه صد سوره مبارکه توبه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المهاجرین والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم شأي أزيمس كبا لفظ أزيم پایان ميس چه آیه عظیمی است که با یک بشارت عظیم به همراه چه آیه عظیمی که درباره یک نسل عظیم صحبت میکنه چه آیه عظیمی که درباره پیش سخن میگه ابتدای این آیه با تعبیری شروع میشه که خود این تعبیر اگر ما بقیه الفاظ این آیه هم نبود همین تعبیر خودش بزرگترین مداله افتخار بود برای اون عده ای که مخاطب و مصداق این آیند و سابقون الاولون سابقون سبقت گرفتگان کسانی که کس سبقت گرفتند کلمه به کلمه میریم جون. کجای قرآن دوباره مثل این تعبیر داریم و السابقون کلمه السابقون شما رو به یاد کدوم آیه از قرآن کریم می اندازه حتما عزیزانی که سوره مبارکه واقعه رو خوندن میگن واقعه اونجایی که الله تعالی از قیامت صحبت میکنه از اون روز عظیم وقتی که اون اتفاقات عظیم برپا میشه و کنتم از وجن ثلاثه و شما سه دسته خواهید شد ف اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه یک اندی اصحاب دست راستن و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه یک اندی اصحاب دست چپن و دو چه میدانی که اصحاب دست راست و اصحاب دست چپ چه کسانی هستند و السابقون در آیه ده سوری مبارکه واقعه الله تعالی اونجا هم این تعبیر رو استفاده میکنه و السابقون سابقون سبقت گیرندگان کسانی که کس سبقت گرفتند اولئک المقربون همون کسانی که مقربند نزد الله تعالی قرب دارند منزلت دارند جایگاه دارند نزد الله متعال سابقین در دین کسانی هستند که مقربند و السابقون السابقون اولایک المقربون اینها مقرب درگاه الهی هستند سابقون ما هنوز تو کلمه اول این آیه ایم و السابقون السابقون اولایک المقربون فی جنات النعیم در باغهای از نعمت ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین یک گروه زیادی از نسل های اولیه در اون سابقون سابقون روز قیامت هستند و یک عده اندکی از نسل های بعدی و قلیل من الاخرین اینها الله تعالی فرمود که در روز قیامت بهترین ها این گروه هن. سبقت گیرندگان گروهیان، یک گروهی اینها از همه سبقت گرفتن اینها یک عده زیادی از نسلهای اولی هستند و یک عده کمی از نسلهای بعدی هستند به این معنا که در هر عصر و زمانه ای سابقین میتونن باشن یعنی این سابقون السابقون سابقون که الله فرمود اولئک المقربون این عده امکان داره که در هر عصر و زمانه ای یافت بشن چون فرمود سلط من الاولین و قلیل من الاخرین نسل های اولیه گروه های بیشتری از اونها در نسل های اولن در نسل های بعدی نسل هایی که بعد از اونها میان کمترن خیلی کمن یعنی خیلی کم به این درجه میرسن نسل های بعدی ولی میشه رسید بهش به این درجه در هر اصل و زمانه میشه رسید درجه سابقون رو میشه کسب کرد برگردیم آیه صد توبه و سابقون سبقت گیرندگان الاولون درسته که در سوری مبارکه واقع فرمود که این سبقت گیرندگان از هر عصر و زمانه میتونن باشن حتی زمانه های بعدی و نسل های بعدی تا قیامت هر عصر و زمانه میتونه سبقت گیرندگانی رو داشته باشه اما این عده ای که در این آیه صد توبه معرفی میشند اینها نه تنها سبقت گیرندگانند یک صفت دیگه هم دارند اینها پیشگامند اما فکر نکنید که در نسلهای بعدی هم اگر کسی سبقت گرفت به اینها میرسه نه اینها یک صفت دیگه هم دارند و سبقون الاولون اینها سبقت گیرندگان اولی هستند اینها در سبقت هم اولند اینها در جمع سابقین هستند اولایک المقربون هستند فی جنات نعیم هستند اما در همین راسته هم در همین مسافه هم در بین خود سابقین هم اینها اولینن، اینها در صفحه برندگان هم باز برنده شدند اینها در بین مسابقاتی که برگزار شد از همه سبقت گرفته اند و در بین کسانی که باز سبقت گرفتند اینها باز اولین کسانی بودند که سبقت گرفتند اینها گزیده گزیدگان عالمند اینها بهترین بهترین ها هستند اینها هم سبقت گرفتند در ایمان در عمل و هم سبقت گرفته‌اند در وقت و زمان اینها اولا اول شدن یعنی اون کسی که زودتر رسید اون کسی که زودتر رسید در یک تعبیر اینها هم در عمل و در ایمان و هم در زمان بر شما سبقت گرفتن وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنَ المهاجرين كَلِمَةُ مِنْ كَلِمَةُ مِنْ فِي لُغَةِ باز بَعْضِ وَقْتًا بِمَعْنَى بَعْضٍ يَعْنِي بازي لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ شما هرگز به مقام رستگاری نمی رسید مگر آنکه انفاق کنید من ما تحبون که باز ادغام شده من ما شده من ما تحبون تا اون موقعی که انفاق کنید از بعضی از آنچه که دوست دارید من یعنی بعضی این رو بهش میگم من تبعیز یعنی جایی که بشه کلمه من رو برداشت شناخت این من تبعیضی چه صفتی داره شما من رو بر میتونید میتونید من رو بردارید به جاش کلمه بعض بگذارید معنا همون معنا میمونه این یعنی فقط بخشی از اینها لن تنل البر حتى تنفقوا مما تحبون اینجا من یعنی بخشی از آنچه که شما انفاق میکنید اما من همیشه به معنای بخشی و بعضی نیست بعضی جاها من به معنای بیان میاد بهش میگیم من بیانیه این مثالش در قرآن کریم ما داریم که الله تعالی فرمود فجتن بروری من الاوسان پرهیز کنید از پلیدی که من الاوسان اینجا من دیگه از معنا نمیشه بعضی معنا نمیشه یعنی پلیدی که بخشش مال بوتاست نه اینجا من به معنای خود هوه هست یا هیه فجتن بروری پلیدی که هی الاوسان خود همین بوت ها هستند برای بیان تعبیر میاد یا الله تعالی فرمود در سوره مالک کف یحلون من اساور من ذهب اساور من ذهب اینجا اساور من ذهب دستبندهای طلایی معنا میده دستبندهایی که دستبند دستبندهایی که طلا است من به معنای تبعیض میاد و به معنای بیان میاد منی که اینجاست کدومه و سابقون الاولون سبقت گیرندگان اولیه من المهاجرین و الانصار نمیگیم سبقت گیرندگان اولیه از مهاجرین و انصار نه سبقت گیرندگان اولیه که همان مهاجرین و انصارن این من برای بیانه نه برای تبعیض که بگیم بخشی از مهاجرین و انصار نه و سابقون الاولون سبقت گیرندگان اولیه من المهاجرین و الانصار که همان مهاجرین و انصارن تا اینجا سابقین مقربینند در میان سابقین یک عده باز جز اولینند در این آیه الله متعال میفرماد و سابقون الاولون سبقت گیرندگان اولیه در چی در ایمان در عمل در تایید و نصرت رسول صلی الله علیه و سلم که همان مهاجرین و انصارند مهاجرین چه کسانی هستند و انصار چه کسانی هستند ببینیم قرآن مهاجرین رو چه توصیف کرده و انصار رو چگونه توصیف کرده قرار شد این آیه رو فقط در خلال آیات قرآن توضیح بدیم سوری مبارکه هشر آیه هشتم من احمدجان جان میخوام که انشالله این آیه رو گرچه ما در شرح آیات سعی میکنیم فقط به همون آیه اکتفا بکنیم تصویرش رو نشون بدیم اما اجازه بدید که دو آیه از سوره هشت رو هم با هم ببینیم در سوره مبارکه هشت آیه هشتم و نهم به خاطر اینکه مهاجرین و انصار رو معرفی بکنیم که قرآن مهاجرین و انصاری که در اون آیه آمد کیا هستند آیه هشت للفقراء المهاجرین در آیه قبل مال غنیمت و فیض ذکر شد در آیه هفت و الان الله تعالی موارد مصرفش رو ذکر کنه برای فقراء مهاجرین اینجا مهاجرین رو الله تعالی در این آیه برای ما معرفی میکن آیه هشتو مهاجرین چه کسانی هستند؟ الذین اخرجو من دیارهم و اموالهم کسانی که اخراج شدن بیرون شدن اینها رو بیرون کردن من دیارهم از خانه هایشون و اموالهم از مالهایشون خانه و مال رو گذاشتن اینها رو بیرونشون کردن یا به تغونه اینها طلب میکردن به دنبال چی بودن اینها خونه و زندگی رو به خاطر چی برکردن کردن خونه و مال به خاطر چی برکردن کردن یبتغون فضلا من الله اینها همه اینها رو فدا کردن به دنبال فضل الله تعالی بودن بخشش الله تعالی رو میخواستن و رضوانا بر رضایت الله تعالی رو میخواستن اینها میخواستند که الله تعالی از اونها راضی بشه و ینصرون الله و رسوله اینها رفته بودن تایاری کنن دین الله رو اینها رفته بودن تایاری کنند رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اولئیک هم الصادقون اینها همون راست گویانند اینها راست گویان در ادعا هستند اینها راست گویان در اعتقاد و باورند اینها راست گویان در کردار و پندارند اولئک هم الصادقون الله تعالی مهاجرین رو برای ما توصیف کرد و سابقون الاولون من المهاجرین سبقت گیرندگان اولیه که همان مهاجرین یکی از این که مهاجرین و انصار هستند مهاجرین کیا بودند الذین أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون إن مهاجرين إنهم مهاجرين كساني كي از مكة اخراج شدن هجرت کردن به مدينة رفتن ستحابي كي از مكة اخراج شدن رفتن مدينة إنهم مهاجرين الله تعالى فهمت إنهم راستن اولئك هم الصادقون اینها راست گویانند و در آیه 118 سوره مبارکه توبه فرمود که الله تعالی. ای مؤمنین از الله تعالی بترسید و کونوا مع الصادقین با صادقین باشید مهاجرین را الله تعالی فرمود صادقین انصار کیا بودند و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار انصار رو در آیه بعد الله تعالی برای معرفی میکنه از سوره مبارکه 8 آیه نهم والذین تبوا الدار والایمان و اون کسانی که آماده کرده بودن خانه و ایمانشون رو هم خانه دلشون رو برای پذیرش لا اله الا الله و توحید آمده کردن هم خانه زندگی خودشون رو برای پذیرش اهل توحید آماده کرده بودن من قبلهم قبل از دخول مهاجرین یحبون من هاجر الیهم دوست دارن اون کسانی رو که به سمت اینها هجرت میکنن ولا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتو و در دل هیچ حاجتی احساس نمیکنن به آنچه که به اونها داده شده به مهاجرین داده میشه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و ایثار میکنن از خودگذشتگی میکنن و یؤثرون می علی انفسهم ترجیح میدهند بر نفس های خودشون برادران مهاجرشون رو ولو کان بهم خصاصه ولو اینکه اینها با آنچه که مهاجرین رو بر اون ترجیح دادن شدیدا نیازمند باشند و من یوق شوح نفسی و هر کسی که بخل نفس خودش رو کنترل کرد و که هم المفلحون اینها رستگارانند. الله تعالی مهاجرین رو توصیف کرد و فرمود که هم الصادقون انصار رو توصیف کرد و فرمود فاولائک هم المفلحون این از مهاجرین و انصار برگردیم سراغ آیه 200 سوره مبارکه توبه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار سبقت گیرندگان اولیه تا اینجا سابقون سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم یادتون باشه اولون هم هستند اینها سبقت گیرندگان اولیه که همان مهاجرین و انصارند آیه 8 رو بگذارید برای شرح مهاجرین از استوری مبارکه 8 و آیه 9 استوری مبارکه 8 رو بگذارید برای شرح حال انصار آیه 9 استوری مبارکه 8 شرح حال انصار است خب سبقت گیرندگان اولیه در ایمان و عمل اونهایی که در ایمان و عمل از همه پیش بودند در زمان هم از همه پیش بودند که همون مهاجرین و انصارند کسانی که در مدینه از مهاجرین استقبال کردند برادران مهاجر خود را با آغوش باز استقبال کردند و الذين به و همچنین کسانی که اتبعوهم اتباع میکنه از اونها کسانی که اتباع میکنن از کی از مهاجرین و انصار به احسان به نیکی سابقون الاولون سبقت گیرندگان اولیه در ایمان و عمل که همان مهاجرینند و انصارند و کسانی که از این مهاجرین و انصار اتباع می کنند به نیکی این به احسان یعنی چی؟ اتباع از اینها به احسان یعنی چی؟ با دو آیه از سوره های دیگر این احسان رو توضیح میدیم ادامه همون آیاتی که از سوره مبارکه هشت با هم دیدیم آیه هشت وصف حال مهاجرین بود آیه نو وصف حال انصار آیه دهم ده شرح این بخش آیه است والذین والذین تبعوهم به احسان دقیقا پشت سر هم اینجا مهاجرین انصار والذین تبعوهم به احسان ذکر شد در سوره مبارکه 8 در آیه 8 9 و ده مهاجرین انصار والذین تبعوهم به احسان و الله تعالی معرفی میکنه آیه ده سوره مبارکه 8 رو به همراه شما نگاهی بندازیم تا معنی والذین اتبعوهم به احسان رو درک بکنیم والذین این همون والذین اتبعوهم به احسان است کسانی که به نیکی از مهاجرین و انصار پیروی میکنن والذین جا من بعدهم کسانی که می آین بعد از کی؟ بعد از مهاجرین و انصار یقولون یکی از صفات اتباع به احسان اینه کسانی به اتباع, به احسان میکنند از مهاجرین و انصار که این صفت رو دارند یا ربنا غفر لنا پروردگار رو ببخش ما رو و اخواننا الذين و برای اون برادرانی از ما که سبقون بالایمان اون کسانی که سابقون اولون بودن در ایمان اون کسانی که بر مایی که الان بعد از اونها آمدیم سبقت گرفتن در ایمان اونها در زمان هم از ما سبقت گرفتن و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار همون سبقت گیرندگان اولیه که همون مهاجرین و انصار بودند ربنا اغفر لنا خدای ما را هم ببخش ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان و اون برادرانی که در ایمان از ما سبقت گرفتن اون مهاجرین و انصار صحابه رسول صلی الله علیه و سلم رو ببخش این وصف حال کسی است که الله تعالی میفرماید به نیکی و احسان پیروی میکنه از سابقون اولون از مهاجرین و انصار که الله تعالی فرمود اولائک اولائک المقربون فی جنات النعیم در سوره مبارکه واقع آیات 11 و 12 هم در وصف حال سابقون از سابقون از سابقون, از سابقون ادامه آیه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا و خدای در دل های ما قرار نده هیچ غلی هیچ کینه هیچ بغضی للذین امنوا نه تنها برای اونها نه فرمود لها اولا نه فرمود للسابقين الاولین این که اصلا امکان نداره انسان مسلمانی که ادعای اسلام داره و داره دعا میکنه که خدایا ما رو هم ببخش و اون کسانی که در ایمان از ما سبقت گرفتند رو ببخش اینی که با زبان این رو داره میگه و اونها رو در زبان فراموش نکرده امکان نداره در دل خودش نسبت به سابقین اولین نسبت به مهاجرین و انصار نسبت به صحابه رسول صلی الله علیه و سلم غل و غشی داشته باشه کینه و بغضی داشته باشه نه تنها نسبت به اونها اصلا اونها رو ذکر نکرد حتی نسبت به دوروریای خودش حتی نسبت به همین کسانی که بر ولدین جا اومن بعد هم اون صحابه که به جای خودش اون, آس... اون ستارگانی که در آسمان هدایت گوی سبقت از همه بردن اونهایی که در ابتدای این مسیر هدایت پشت سر انبیا ایستادن اونها که دیگه اصلا مقامشون به حدی است که جرأت نمیکنه کسی حرف بزنه مسلمان نباید جرأت بده به خودش نباید اجازه بده در قلبش نسبت به اونها احساسی ایجاد بشه علاوه بر اونها از و زمانه خودش رو هم نباید نسبت به اونها کینه و بغض داشته باشه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا همه مؤمنین اون بزرگ مردان اون سابقون الاولون که اونها رو که اصلا کسی جرأت نمیکنه اونها رو اصلا نباید تصورش رو بکنه چرا چون فرمود و الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان و کسانی که به نیکی از اونها اتباع میکنن این کسی که باید اتباع بکنه از اونها اونها الگو اونها پیشگام اونها در این مسابقه برنده شدند ولایک المقربون فی جنات النعیم اونها به مقامی رسیدن که الله تعالی اونها رو تمجید میکنه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون یعنی که الله تعالی فرمود در این مسابقه مسابقه بدن اینها سبقت گرفتن اینها پیشگام شدن به حدی سبقت گرفتن که در آیه 137 سوره موارکه بقره فرمود فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما امنتم بِهِ فقد اهْتَدَوْا اگر ایمان بیاورند کسانی که بعد از شمای صحابه می آیند ایمانی به مانند ایمان شما آن وقت من الله تعالی ایمانشون رو قبول دارم اینها معیارن این سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار اینها ملاک ایمانن و الذين تبعوهم به احسان باید در ایمان از اونها تقدید بکنه پیروی بکنه چون که اونها سابقون الاولونن چون اونها اولئک المقربونند چون اونها ایمان اونها رو الله تعالی ملاک سنجش ایمان ما قرار داد چون الله تعالی فرمود والذین جاءوا من بعدهم کسانی که بعد از مهاجرین و انصار می آیند می گویند ربنا اغفر و والاخواننا الذين سبقونا بالایمان هم ما رو ببخش هم کسانی که در ایمان از ما سبقت گرفتند و سابقون الاولون من المهاجرین و اگر کسی در زبان و یا در دلش نسبت به سابقون الاولون لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار و الأولون من المهاجرين والأنصار اگر کسی در دلش در زبانش نسبت به صحابه نسبت به مهاجرین و انصار کینه و بغضی دارد فاتحه خودش رو بخونه تجدید ایمان بکنه وگر نه در زمره منافقین روز قیامت هشت رو خواهد شد این ایمان ماست این آیات کلام الله مجید است و الذین جاءوا من بعدهم الله تعالی در سوره مبارکه 8 آیه 8 9 و ده امت رو به سه گروه تقسیم میکنه و عین این تقسیم بندی در آیه 100 سوره مبارکه توب است و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان سه گروهن کسانی که رستگار شدند کسانی که الله تعالی از اونها اعلان رضایت میکنه در آیه صد توبه هنوز آیه ما کامل نشده سه گروه رستگار شدن مهاجرین انصار و الذین تبعوهم به احسان گروه چهارمی وجود نداره مهاجرین رو الله تعالی معرفی کرد اولئک هم الصادقون انصار رو معرفی کرد ف هم المفلحون و مجموع اینها و الاولون من المهاجرین و الانصار پیشگامان نخستین در ایمان همون مهاجرین انصار همون هایی که در سوره واقع فمود و سابقون سابقون اولئک المقربون مقربون فی جنات نعیم اینا مقربن اینها در بهش جا دارن گروه سومی که میتونه پشت سر اینها بره و ایمان اونها رو ملاک خودش قرار بده و باید با زبان بگه خدای اونها رو ببخش ما رو هم ببخش اونها رو هم ببخش و در دل نسبت به اونها چیزی نداشته باشه این گروه هم رهیاب است غیر از اینها هیچ گروهی رستگار نخواهد شد سه گروه رستگار میشن مهاجرین انصار و کسانی که مهاجرین و انصار رو به نیکی پیروی کنن و در زبان برای اونها طلب بخشش کنن و در دل نسبت به اونها جز احترام و تقدیر و محبت چیز دیگری نداشته باشن برگردیم سراغ آیه سد سوره توبه. و سبقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان سبقت گیرندگان اولیه که همون مهاجرین و انصارن و کسانی که از اونها به نیکی پیروی میکنند تا اینجا اینها رو ما شناختیم که کیا هستند خب اینها چی میشه خدایا اینها رو شما معرفی کردی برای ما اینها چی هن؟ رضی الله عنهم و رضوان الله تعالی از اینها راضی شد و اینها نیز از الله تعالی راضی شدند رضی الله عنهم رضی الله عنهم و رضو عن الله تعالی از اینها اعلان رضایت فرمود و آنها از الله تعالی راضی شدند اینها که هستند کی بودند اینها اینهایی که الله تعالی میفهمد رضی الله عنهم کیان و الاولون من المهاجرین و الانصار سبقت گیرندگان اولیه که همان مهاجرین بودن که همان انصار بودن و هر کسی که راه اونها رو به پیش ببره در ایمان تابع اونها باشه در زبان برای اونها مغفرت بکنه در قلب محبت اونها رو داشته باشه هر کسی که این صفت رو داشت رضی الله عنهم اعلان رضایت الله تعالی از اینها آیا مدالی افتخار بالاتر از این برای یک انسان وجود دارد کلا و هاش مدال رضایت الله تعالی مدال رضایت الله تعالی مدالی که عظمتش بزرگتر از بهشته به یاد دارید آیه سوره مبارکه توبه رو آیه 72 رو وعد الله المؤمنین و المؤمنات الله تعالی وعده داد به مؤمنین مرد و زنشون بهشتی که در اون باغ هاست و نهرها جاری است و مساکن طیبه و خانه های پاک و پاکیزه در باغ های جاودانه و رضوان من الله اکبر در آیه 72 سوره مبارکه توبه الله تعالی فرمود و رضایت الله تعالی اکبر از کل بهشت و نعمت های بهشت عظیم است در بهشت نعمتی است که از خود بهشت عظیم و اون رضایت الله تعالی است این نعمتی که از خود بهشت الله تعالی فرمود بود و رضوان من الله اکبر رضوان الله تعالی رضایت الله تعالی از خود بهشت با اون عظمتش که جنت ارض و هست سماوات ارض ارض بهشت به اندازه آسمان و زمین با اون همه نعمتش الله تعالی فرمود اعلان رضایت من از این عده اینکه من از اونها راضی میشم این از کل بهشت عظیم تره و رضوان من الله اکبر اعلان رضایت الله تعالی از اهل بهشت از کل نعمت های بهشت عظیم تره این نعمت عظیم رو الله تعالی برای این مقربین خودش برای این سابقون الاولون من المهاجرین و انصار در دنیا قبل از آخرت عطا فرمود الله تعالی به این صحابه رسول صلی الله علیه و سلم به مهاجرین و انصار قبل از اینکه اینها وارد بهشت بشن قبل از این که این مقربین وارد بهشت بشن قبل از این که به اینها وعده بهشت بده که در قیامت به او میرسن در دنیا نعمتی عظیم تر از بهشت به اونها داد که همون رضایت الله تعالی بود این وعده رضی الله عنهم این از بهشت خیلی عظیم تر خود الله تعالی فرمود و رضوان من الله اکبر بعد از اینکه بهشت رو وعده داد به مؤمنین و توصیف کرد در آیه 72 توبه به ما فرمود و رضوان و من الله اکبر اعلان رضایت الله تعالی از یک منده از بهشت خیلی از امتره به همین علت در این آیم الله تعالی ابتدا فرمود رضی الله عنهم و الله تعالی از اینها راضی شد اینها هم از الله تعالی راضی شدند و بعد از اعلان رضایت خود وعده بهشت رو باز بیان فرمود چون اعلان رضایت از الله تعالی خیلی از از خود بهشته رضی الله عنهم و رضوان اگر پیرو صحابه بودیم اگر پیرو مهاجرین و انصار بودی ای کسی که میگی مسلمانم الله در دنیا نعمتی به تو خواهد داد عظیمتر از بهشتش رضایت الهی شامل حالت خواهد شد رضی الله عنهم و رضو عنه. این وعده رضایت هم برای مهاجرین است هم برای انصار است هم برای کسانی که والذین اتبعوهم به احسان کسانی که به نیکی از اونها پیروی کنند در آیه 137 سوره مبارکه بقره نحوه اتباع به نیکی رو و آیه 10 سوره مبارکه 8 برای ما معرفی کرد در ایمان در عمل در دل و زبان استغفار برای اونها در دل محبت اونها و اتباع از اونها در ایمان و فعلشون اگر این گونه بودیم اگر پیروانی راستین برای مهاجرین و انصار بودیم برای صحابه رسول صلی الله علیه و سلم بودیم الله تعالی در دنیا نعمتی بزرگتر از بهشت و به ما خواهد داد به اون اعلان رضایت اوست قبل از اینکه وارد بهشت بشیم نعمتی عظیمتر از بهش نصیب ما خواهد شد با اتباع از صحابه رسول صلی الله و علیه و سلم با اتباع از مهاجرین و انصار رضی الله عنهم و رضو عن اونها هم راضی شدن از خدای خودشون این مدال افتخاری است اون وقتی که الله تعالی این وعده رو داد اعلان رضایت فرمود از آینده اینها خبر داشت لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الله تعالی راضی شد از همه اون کسانی که به خاطر انتقام خون عثمان در زیر درخت در حدیبیه با تو بیعت کردند فعلم ما في قلوبهم از اون چیزی که در دل اینها میگذره خبر داشت دل اینها رو دیده بود که به اونها اعلان رضایت کرد از اونها از ایمان حقیقی اینها از حیات اینها بعد از پیامبرشون از زندگی بعد از پیامبرشون از زندگی تا آخرین لحظه حیاتشون خبر داشت که به اونها بعدی بهشت داد و اعلان رضایت نمود رضی الله عنهم و رضو عن. الله از اینها راضی شد هر کی نمیخواد راضی باشه قل موتو به غیب برید از شدت خشم بمیرید رضی الله عنهم و رضو عن. تازه اینجا تمام نشده این که تازه هنوز عظیمترین اینه اما همش این نیست و اعد لهم جنات تجری تحت الانهارو و آماده ساخته برای اینها بهشتی که تجری تحت الانهار تنها جایی در قرآن کریم که الله تعالی وقتی که بهشت رو توصیف میکنه در نهرهای اون نهرهای بشتی رو توصیف میکنه میفرماید که تجری تحت هل انهار غالبا تعبیر اونگونه است تجری من تحت هل انهار. اما اینجا تعبیر به شکلی دیگر است چون اینجا نسل نسلی دیگر است چون اینجا سابقون الاولونن چون اینجا مهاجرین و انصارن ان. چون اینجا یاران جان برکف رسولند علیه السلام و السلام چون اینجا ابو بکر و عمر و عثمان و هیدرند، چون تله و زبیر و عبدالرحمن و ابو عبیدن چون اینجا سعد و سعیدند، چون اینجا بلال و خباب و مسعب و هنزله اند و, و, و تمام صحابه رسول صلی الله علیه و سلم و الان خصوص مهاجرین و انصار الله تعالی فرمود در الله تعالی و اعد لهم آماده ساخته برای اونها این بهشت ها آماده است این قصر ابوبکر این قصر عمره این قصر عثمانه این قصر حیدر این قصر فلانی و لهم آماده است الان وجود داره آماده کرده براشون جنت باغ های نه یک بهشت بهشت ها آماده کرده براشون و هر کسی که در راه اینها بیاد تجری تحت الانهار من تحتها اگر می اومد سرچشمه جای دیگه بود آب سرچشمه ای آب جای دیگه است حرکت میکنه نهر میاد میره اما اینجا که فرمود تحت حل آنها آب از همینجا میجوشه میره تعبیر دیگه اونجا که فرمود من تحت حل آنها آب میاد و از پایین دستش رد میشه یعنی قصر در ساحل نهره اون طرف پنجره باز میشه به روی نه اما اینجا که فهمو تحت هل انهار خود قصر بر روی رودخانه ها بنا شده حتی بهشتی که به این عزیزان وعده داد تعبیرش و شکلش منحصر به خودشونه فقط در کل قرآن شبیه این تعبیر نداره فقط هم یکیه جاهای دیگه میفهمند من تحتی هل انهار اینجا میفهمند جنات تجری تحت هل انهار جاهای دیگه میفرماید جنات تجری من تحت هل اینجا میفهمد جنات تجری تحت هل انهار خالدین فیها در اون جاودانه میمانند ابدا ابد الابد ذلک الفوز العظیم این است اون فوز عظیم این اون رستگاری بزرگ این اون خوشبختی و سعادت این ایمان این اسلام این موفقیت در امتحان اینها نسل برگزیدن ذلک الفوز العظیم اگر رستگاری هست اگر فوز عظیمی هست اینه که سبقت گیرنده در ایمان باشیم که پیشگام در ایمان و عمل باشی که از مهاجرین و انصار باشی یا اگر این سعادت نصیب نشد که در ایمان از دیگر امت سبقت بگیری و در صف مهاجرین و انصار باشی حداقل از جمله کسانی باید باشی که بعد از اونها میان والذین جاءوا من بعدهم در آیه ده سوره 8 یقولون ربنا اغفر لنا باید بگی اگر میخوای به بهشت بری راهی غیر از این نداری راهی غیر از این نیست یا باید از مهاجرین باشی یا بعد از انصار باشی یا اون دسته که بعد از اینها میان و صفات خاصی دارن صفاتشون چیه والذین تبعوهم به احسان باید از اینها اتباع بکنی اون هم به نیکی ایمانت باید مثل ایمان اونها باشه در آیه فت بقره فرمود و زبانت در آیه ده سور مارکه هشت فمود و لذین جا اومن کسانی که بر از مهاجرون انصار میان میگن که ربنا نغفر لنا و الاخوان اینه سبقون بال ایمان خدا امار ببخش و اون مهاجرین و انصاری که بر ما سبقت گرفتن در ایمان و لا تجعل فی قلوبنا نغل للذین امنو و در دل ما نسبت به هیچ مسلمانی کینو بوز قرار نده اونها که اصلا معیار سنجش ایمان امتن اونها که خیلی از عظیمترن اصلا نمیکنیم نمی‌کنیم درباره اونا صحبت بکنیم به جای خود ربنا انک غفور و رحیم کار تو بسیار بخشنده و بسیار مهربانی کسانی که همچین صفاتی دارند رضی الله عنهم و رضوان عن. الله تعالی از اینها راضی شد و اینها هم از الله تعالی راضی هستند و اعد لهم جنات باغها ها برای اینهاست تجری تحت الانهار یک بهشت خاص یک صفات خاصی داره هستن اینا خواستن نعمتاشون هم خواسته اعلان رضایت الله تعالی برای اینهاست و وقتی که الله تعالی از اینها راضی است وقتی که برای اینها بهشتها جاری آماده کرده و نهرهای خاص و قصرهای خاص اگر این رستگاری عظیم نیست پس چی میتونه رستگاری عظیم باشه فکر کنم فرصت دیگری برای شرح آیات بعدی نداریم این آیه رو دلم نیمد که همینطور از کنارش گذر کنیم امیدوارم که همه ما شما وقتی که از این به بعد این آیه رو میشنویم بیشتر تفکر کنیم وقت تموم شد به پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان باقی است اما به همین قدر اکتفا می کنیم گرچه در همین یک آیه می شد ساعتها صحبت کرد طولانی کردنش هم باز شاید بیشتر از این ممل باشه انشاءالله که تا اینجا ممل نبوده باشه این آیه رو به همراه آیه 137 آیات از سوری مبارکه بقره و آیات 8 9 10 از سوری مبارکه 8 و آیات 10 11 12 و 13 و 14 از مبارکه باقعه و آیه 72 دو بوم از سوری مبارکه توبه به همراهش ما یک نگاهی گذرا به مفهومش انداختیم و از الله تعالی می خواهیم که ما رو در جمله کسانی قرار بده که متبعین حقیقی برای مهاجرین و انصار و صحابه رسول صلی الله علیه و سلم هستند و می که ربنا اغفر لنا و الذین الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم ادامه آیات انشاءالله باشه برای برنامه بعد با تفصیل بیشتری ان گذر خواهیم کرد و اما عزیزانی که حفظ میکنید تا آخر سفر رو برید با امید خدا شرحش باشه ان به با همراه دو صفحه بعدی در برنامه بعد تشکر خاص از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر از احمد جان محمد جان رفیع الله فرید منیر احمد و مهندس اولای عزیز در بخش کنترل در پایان از همه شما عزیزان تقاضای دعای خیر داریم و برای خودمون گذشتگان کل امت همکارانمون و همه عزیزانی که خدمت میکنن به دین همه شما خوبان و بلای متعال بسپر الله شما نگه داریش إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء واجعلوه ديدنا القلب ومفتاح الوفاء بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن, نحيا بالقرآن, نحيا بالقرآن, نحيا بالقرآن Yeah.